خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. و امروز جمعه هست، TGIF، فردا شنبه و یه شنبه در آمریکا تعطیله. البته بعضی ها مجبورن اون روزها رو هم کار کنن، چون باید مورگج و اجاره و نمیدونم پول آب و برق و اینها بدن و وضع خیلی خرابه. با وجودی که میگن کارگر گیر نمیاد، هیچ کس نمیگه که این کارگر بیچاره داره دو جا، سه جا، چهار جای مختلف کار میکنه. دلیلش هم اونه که اینها میخوان به کارگر 40 ساعت کار در هفته رو ندن که مجبور نشن پول بیمه و اینها بدن، و کارگر بیچاره مجبور 10 ساعت اینجا کار کنه، 15 ساعت اونجا کار کنه، بین این 10 ساعت و 15 ساعت هم هی باید بره و بیاد، که هیچ کس برای این رفت آمد و خرج ماشین و خرج اتوبوس به این کارگر پولی نخواهد داد. و اما آقای ظریف بالاخره تحریم شد. ظریف هم گفت که من که چیزی ندارم توی آمریکا که تحریم بشم، ولی آمریکا نشون داد که از صحبتای ظریف، خود ظریف گفت اینو، که از صحبتای من وحشت داره. نظر شما در این باره چی هست؟ میتونید روی فیسبوک بنویسید به صورت زنده، میتونید ایمیل کنید info@mardomtv.com، میتونید پیام بذارید 202-695-2573 اینجاست شماره، یا تکست ارسال کنید. و دیروز یا پریروز هم باز دوبار دوست ما آقای مسعود از کانادا زنگ زد و همه همینو میگه، میخواستیم اگر بشه چند دقیقه با خودت صحبت کنیم. والا بلا خودم هستم، شما صحبت کنید من گوش میدم. و اما این آقا مسعود آدم بسیار جالبیه، من بارها ازش خواستم که بیاد. بالاخره آدم نمیدونه تا کی هست، کی از دنیا میره، کی براش خدای نکرده اتفاقی پیش میاد، ولی همه ما باید این خدمت رو انجام بدیم. وظیفه نیست، هیچ کس به کسی پولی نداده که وظیفه و اینها باشه، ولی این یه خدمته که خاطرات خودشون رو از جریاناتی که داشتن برای دیگران بگن. ایشون در رابطه با آقای فرود فولادوند بوده، در رابطه با خانواده شاه و در دربار و اینها اطلاعاتی داره که به نظر من باید اینها رو بگه. و اینی که برای من بگید فایده نداره، چون من وقتی بگم طرف میگه آقا تو اونجا بودی، من میگم نه، ولی اگه شما بگید طرف میگه شما اونجا بودی، میگی بله، نشونیشم این تیمسار فلانی، استوار فلانی، نمیدونم خانم فلانی هم اونجا بودن. ممنونم از آقای رحیم نگهبان عزیز که گفتن همه چیز صدا و تصویر خوب است، ای کاش دوستان حمایت میکردن، وضع مالی تلویزیون مردم هم خوب بشه. ممنونم از دوستی که پریروز بعد از برنامه یا در حین برنامه حمایت کرد و این ماهیانه خیلی منظم این کار رو انجام میده، و من به نوبه خودم ممنون و متشکرم. شما هم با خودتون قرار بذارید این کار رو انجام بدید. و اما در رابطه با تحریم وزیر و امور خارجه ایران صحبت کردیم، اجازه بدید ببینیم نظر فرانسه و خبر یورونیوز در این مورد چی هست. میگه فرانسه با تحریم وزیر امور خارجه ایران مخالفت کرد. اعلام وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر اضافه کردن نام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به فهرست تحریم های این کشور با مخالفت کشورهای اروپایی مواجه شده است. پس از اتحادیه اروپا که در نخستین واکنش ضمن ابراز تأسف از این اقدام واشنگتن اعلام کرد که به همکاری با وزیر امور خارجه ایران ادامه می دهد، فرانسه یکی از 3 کشور مهم اروپایی نیز به صراحت با این تصمیم مخالفت کرد. یعنی آمریکا دوستان خودش را هم یکی یکی با این به اصطلاح یاغیگری و اینها داره از دست میده، و چه خواهد شد نمیدونم، باید صبر کنیم و ببینیم. شما چی فکر میکنید؟ و اما
امروز یه عکسی در اینترنت پخش شد به نام زن این محمد بن سلمان. بعد گفتن که نه، این دروغه و زن ایشون هنوز حجاب داره و اینها و رفع حجاب نکرده. دوستان، کشف حجاب غلط، رفع حجاب نکرده. ولی جالبه که میگن زنان عربستان بدون اجازه مردان حق خروج از کشور را دارن و ویدیوی هم در این مورد هست. میگه که دولت عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که زنان این کشور از این پس بدون موافقت یک قیم مرد می توانند گذرنامه دریافت کنند و از عربستان خارج شوند. تصمیم جدید دولت عربستان برخلاف نظام قیمومیت، یا اینجا نوشته قیومیت، فکر کنم قیمومیت مردان است، که بر اساس آن زنان مانند کودکان در طول زندگی خویش نیاز به قیم دارند. تا کنون پدر، شوهر، جد پدری یا حتی برادر بزرگتر باید به زنان برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور اجازه میدادند. گروه های مدافع حقوق بشر همواره از نظام قیمومیت مردان برای زنان در قوانین عربستان انتقاد کرد. شماری از زنان جوان عربستان طی ماه‌های اخیر ضمن فرار از این کشور از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده بودند. آنها مدعی شده بودند که از سوی مردان خانوادهشان مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتند. بنا به تصمیم جدید دولت عربستان، زنانی که بیش از 21 سال دارند می توانند به تنهایی برای دریافت گذرنامه اقدام کنند و از این کشور خارج شوند. یکی از روزنامه‌های عربستان از تصمیم دولت جدید این کشور به عنوان گامی بزرگ برای زنان عربستانی تمجید کرده است. حالا این را هم باید صبر کنیم ببینیم چه خواهد شد و این خبرهایی که از این کشورهای عقب افتاده و جهان سوم و جهان پنجم به قول سعید کاووسی میاد، همچین نمیشه روشون حساب کرد. باید صبر کنیم و ببینیم چی میشه. و اما کودک 7 ساله هندی 526 تا دندان اضافی داشت. مثل این کوسه ها که دندوناشون اینجوریه، این بنده خدا 526 تا دندان اضافی داشت. یعنی حالا 30 تا دندون خودش یا 32 تا یا هر چی رو داشته، 526 تا اضافه داشته. انفجار 6 بمب در بانکوک همزمان با نشست آسیان. این انفجارها در حالت صورت میگه که بانکوک میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق آسیای آسیان هست. وزیران امور، بذارید ببینیم که این چی هست و با هم نگاه کنیم. عکس هایی رو هم گذاشتن، من همین عکس ها رو به شما نشون میدم. دوستان، در تلویزیون مردم شما میتونید برنامه های خودتون رو داشته باشید، یا میتونید اگر برنامه گذار نیستید و به اصطلاح حال و وقتش رو ندارید، برنامه دیگران رو اینجا پخش کنید و یه مبلغ کمی حمایت کنید که این مخارج کم اینترنت و این چیزا به اصطلاح با ما همراه و همگام باشیم. تایلند، انفجار 6 بمب در بانکوک همزمان با نشست آسیان. این عکس رو هم میبینید که پلیس یا مامور ارتش داره گل میذاره، نه گل نمیذاره، ببخشید، از این پرچمای میذارن که مثلا اینجا یه چیزی پیدا شده، اونجا یه چیزی پیدا شده، تا بعد بتونن بیشتر بررسی کنن. خبرگزاری ها صبح روز جمعه از وقوع چند انفجار در بانکوک پایتخت تایلند خبر دادند که بنابر به آخرین گزارش ها چندین مجروح هم بر جای گذاشته است. بنابر گزارش منابع محلی، انفجارها در 3 نقطه از پایتخت روی داده و پلیس در پی کشف منشأ و علت وقوع انفجارهای یاد شده است. بر اساس آخرین گزارش ها 2 زن در اثر انفجار 2 بمب در مرکز بانکوک به شدت مجروح شدند. دولت تایلند با انتشار بیانیه اعلام کرده است که منشأ انفجارها در بانکوک پایتخت این کشور همگی بمب بوده است. دقایقی پس از 2 انفجار در مرکز پایتخت، پایتخت تایلند صدای انفجار دیگری در منطقه خارج از پایتخت گویا. بله،
خارج از مرکز شهر شنیده شد. رویترز به نقل از یک منبع پلیس در بانکوک شمار بمب‌های منفجر شده در این شهر را 6 عدد اعلام و تصریح کرده است که یک بمب پیش از انفجار کشف و خنسا شده است. اینجا باز می‌بینید که اینها دارن با این وسایلی که به اصطلاح دنبال فلز و اینها می‌گردن، دارن می‌گردن که یه وقت چیزی باقی نمونده باشه، منفجر نشده باشه. بعضی وقتا خود پلیس این چیزها رو به اصطلاح منفجر میکنه که مردم صدمه نبینن. و اجازه بدید که ما از شما دوستان خواهش کنیم که برنامه ها رو با دوستان خودتون هم شیر کنید و تشکر میکنیم که با ما هستید، اونها رو هم بیارید. حالا که شما عمرتون رو اینجا تلف میکنید، اجازه بدید ما عمر اونها رو هم تلف کنیم اینجا. بهتون گفتم که جمعه است، امروز 11 مرداد 1398 است و دوم آگست یا اوت 2019. و اما انتخابات ایران برای سال 1400 باز دوباره الان شروع شد. آوازها از این ور اون ور، رای بدین رای ندین، نمیدونم اگر رای بدی وطن فروشی، اگر رای ندی وطن فروشی، چه باید کرد، شما کجا هستین، رای میدید یا نه. من سالهاست گفتم به این دلیل که هم در ایران نیستم و هم خبر ندارم کجا به کجاست، کیه، کی میدزده. میدونیم که همه دزدن، اونجا باید تحقیق کنی ببینی کی کمتر میدزده. من رای نداده نمیدهم و نخواهم داد. همین آمریکا هم ما دلمون خوش بود اینجا رای گیری چنین و چنان، آخر به این نتیجه رسیدم که اینجا هم کشکه و رای نمیدم. شما چی؟ شما جز اونایی هستید که رای میدین و فکر میکنید هر کسی رای دادید شما باید انتخاب بشه. اگر رای نشد، رای انتخاب نشد، میان تو خیابون بانک آتیش میزنین، شیشه ها رو میشکنین، یا اینکه رای نمیدید ولی با وجود این میایید تو خیابون مثل آقای سهراب چمنارا، حتی از آمریکا مینویسی رای من کو، میگم آقا شما رای دادی، میگه نه، میگم خب آقا ببخشید، شما مهندس مملکت من هستی. این حرف احمقانه ای که یه نفر داشته باشه همینجوری بگرده تو خیابون، یکی بهش بگه که آقا دنبال چی میگردی، بگه که کیفم، میگه کیفت کجا بوده، میگه اصلا من کیف نداشتم. خب مردم میگن این دیوانه شده. هر کسی تا امروز، هر کسی من ازش پرسیدم که شما که دلتون میخواست حسین، میر حسین موسوی که اون خودش جنایتکارترینه، چون اوائل انقلاب بود که اینا زدن و کشتن، اون 10 سال اول حتی اونایی رو که محاکمه کرده بودن انداختن تو زندان آوردن بیرون ناحق کشتن، که منتظری گفت نه بابا دیگه این یکی نشد، رفت سراغ زندگی خودش. اونایی که رفتن سراغ میر حسین موسوی و کروبی که بنیاد شهید رو به ببخشید جندخونهی برای خودش تبدیل کرده بود و هر بیچارهی که زن شهیدی بود اینها ازش سوء استفاده میکردن و اینها، ملت رفتن دنبال این دوتا. بعد میگیم شما رأی دادی، میگن آقا ما اینا تلویزیون ها گفتن رأی ندیم، میگیم خب احمق اگه رأی ندادی و چرا آمدی تو خیابون گفتی رأی من کو، میگه نه اون کلیشه‌ایه، اون یه چیز دیگه هم میگن، نمیدونم اون، من نمیدونم. بله خیلی ممنون خانم زارعی، همون خانم زارعی دوست خودمون هستید که ترکیه بودید قبلا، نه من یادم میره، ببخشید بعضی وقتا اگه این اسم و فامیلا یادمون میره. و این اگه همون هستید، این علی بنگی واقعا چه کوفتیه، یعنی خیلی خوشحالم که از اسلام رفته بیرون مسیحی شده، اقلا اینجوری داره آبروی مسیحی ها رو میبره با حرفای دروغ، با تهمتایی که به این اون میزنه، یعنی واقعا همون اسلام مسلمونی کثیف رو ورداشته برده توی کلیسا. البته این کلیسا رفت به خاطر اینکه بتونه یه پولی بگیره و کمکش کنن و اینها، و روزگار غریبی است. بله ایشون همون بانو هستن و میگن که من الانم هستم. فکر کردم نوشتید آلمان هستم، گفتم ما 2 هفته پیش آلمان بودیم، ولی من ترکیه هم بودم، ترکیه آمدم استانبول، رفتم آلانیا، از آلانیا رفتم آنتالیا، از آنتالیا رفتم ازمیر، از ازمیر دوباره برگشتم استانبول و از استانبول پرواز کردم به سوی فرانکفورت.
از فرانکفورت هم پرواز به سوی دالاس. اینم از این. و ممنونم آقای شاهین فاتحی هم یه چیزی فرستادن که فعلا عافیت. خیلی ممنون. خیلی جالبه که من تو آمریکا عطسه میکنم این دوستمون جیگیلی جیگیلی جنگالی یا جنجالی جیگیلی جنجالی بابا این اسم ها چیه تو رو خدا؟ فیسبوک رو بیان به خودتون احترام بذارید، اسم خودتون رو بذارید، اون عکس خودتون رو بذارید. مثل آقای فرخ وقتی که ما بهش گفتیم آقا اسم خودتو گذاشتی ولی عکس هندونه گذاشتی، گفت خب شما هم اسم عوض کردید. گفتیم بابا ما اسممون رو رسما عوض نکردیم، رفتیم دنبالش، خرجی هم نداره به اون صورت. ولی گفتن آقا همه مدارک ما هم که از 3 کشور مدرک داریم، از ایران و آلمان و اینجا، گفتیم آقا دست نگه دارید، نخواستیم. همینجوری دوستانی که دلشون میخواد به اون میگن پارسا. بعد یه فیلمی بود اینجا میگو کار میشد شو میده مانی، یعنی مهم نیست چی اسمت باشه، ولی عکس که آقا اگه شما گشتید دنبال سوربی، دیدی یه سوربی تو ایتالیان، بگی نه بابا این سوربی نیست، من اون سوربی رو تو آمریکا میدونم. ضمن در ایتالیا فامیل سوربی زیاده. یه جایی هم هست، یه دهی هست توی ایتالیا به نام سوربی. البته برای علی بنگی و دوستان احمقش بگم بهشون که این ده رو جمهوری اسلامی کرده به نام من تا شراباشم به اصطلاح بفروشیم و خب دوستان، ماجرای ظریف تحریم شد. شما همچین چیزی دیده بودید در رابطه با کشورهای دیگه؟ اولا ماجرای ظریف و نماینده ایران به سازمان ملل و اینها یه چیزیه از قوانین آمریکا بیرونه. اون قوانینی هست که حالا درستی که مقر سازمان ملل در نیویورکه، ولی حقیقتا اینها اصلشون در اروپا هست و اون قانون روی این به اصطلاح مدیریت میکنه و رفتار میکنه و اجرا میشه. ولی این ماجرای به اصطلاح روشایی که چیز پیش گرفته، آقای ترامپ پیش گرفته، به کجا آمریکا رو میبره معلوم نیست. میگن که یران سوربی میشه در برنامه برای کمک به یه بچه 12 ساله برای جراحی پاشون درخواست کنید. من این کارو نمیکنم، شما میتونید الان بنویسید لینکشو بذارید با شما تماس بگیرن، چون ما انقدر این کار رو کردیم که بعد شروع شد به سوء استفاده. هر کسی یه عکسی از یه نفر از بیمارستان میگرفت و میآورد، شماره حساب بانکی خودشو میذاشت و ما اینجا مورد بازخواست قرار میگرفتیم. ولی خب الان اینجا صفحه هست که شما میتونی این کار رو انجام بدی، لینکی اگه بذارین. من اون لینک رو بر نمیدارم و نمیگم این در رابطه با برنامه من نیست. ما باید برنامه‌مون این باشه که خدمت به دیگران، کمک به دیگران. ولی باور کنید من مثلا با خودم قرار گذاشتم خب روزی 5 دلار 10 دلار به این اون کمک کنم، ولی اگه 100 نفر به من بگن آقا تو که گفتی 5 دلار بده، میشه 500 دلار ندارم. و ما بالاخره پیش وجدان خودمون در رابطه با کمک شد. بله شما میتونید اون لینک رو اینجا بذارید، اسمتون هم هست، فامیلتون هم هست، عکستون هم هست، دوستان با شما تماس بگیرن. این از این ماجرا. و ممنونم که این کار رو انجام دادید. دوستان دیگه هم باید یاد بگیریم همین کار رو انجام بدیم. اگر یه جایی مجلسی هست، جلسه ای هست، سوربی خط میگرفته برای یادبود پدرش، ما نباید اونجا بیایم بگیم که آقا نمیدونه خواهر منم میخواد عروسی کنه. میتونیم به طرف بگیم اجازه هست ما اینم بگیم، بعد اگه صاحب عزا صاحب مجلس اجازه داد خیلی ممنون خانم، این کاری که شما کردی خیلی به اصطلاح نشون میده که شما قوانین رو رعایت میکنید. آخه همش هم قانون نیست، قانون اون چیزاییه که مردم نوشتن و برای زندگی دست جمعی قراردادی نوشتن و اجرا میکنن. یه سری هست که قانونهای ننوشته هست، فکر کنم تو ایران بهش میگیم عرف، اینجا بهش میگن مورال. حالا دیگه اون مرام و معرفته. شما معرفت خودت رو نشون دادی، من ازت ممنونم. همون لینک برنامه خودت رو به اصطلاح اینجا بنویس، یا همینو بنویس اسمتو بذار، دوستان روی اسم شما کلیک میکنن میان تو صفحه شما. امیدوارم که شما بتونید در این راه خیر موفق باشید. و اما خیر و اینها، دیروز این دوست ما آقای پتیک که دیگه من به خوبی میشناسمش از لحاظ کمک به دیگران و اینها، یه عکسی برای من فرستاده بود
و نوشته بود که من چون در طی روز میرم از این فروشگاه‌هایی که وسایل دارن، اینجا بهش میگن هاردویر استور به اصطلاح، یا چی میخرم و اینها، یه بار که این آقا رو دیدم با خودم شرط کردم که هر وقت من میام اینجا چی بخرم، اگه این اینجا باشه یه دلار بهش بدم، و برای این کارم یه مش یه دلاری گذاشتم توی داشبورد ماشین. ما ایرانی ها وقتی میگیم داشبورد ماشین، منظور اون همون گلاو کامپارتمنت هست، چون اینجا داشبورد وقتی میگن همه اون جلو رو میگن داشبورد، ولی اب نداره، بالاخره همین که حالا ما اون کلمه آمده در فارسی یاد گرفتیم، خودش نشون میده که ما میتونیم به اصطلاح از زبانهای دیگه هم استفاده کنیم. من این عکس رو که دیدم به این گفتم که آفرین بر شما. توضیح داد که امروز من 3 مرتبه مجبور شدم برم اینجا و بیام، مثلا یه بار سیم رابط میخواستم، یه بار کلید میخواستم، یه بار فلان ها، و هر 3 بار 1 دلار در صندوق این آقا گذاشتم. گفت دیگه جوری شد که این آقا بلند شد گفت آقا تو چجوریه هر دفعه به من پول میدی؟ براش گفتم که من شرط کردم هر وقت شما رو میبینم، گفت هر روزم اینجا نیست، مثل که 3 روز میاد، جمعه، شنبه، شنبه، که این کار رو انجام بدم. گفت به اندازه این مرد خوشحال شد که نگو و نپرس. حالا شما بیاین، دوستان نمیدونم چند وقت برای بیننده برنامه من بودی، یه آقای روانی بود به نام مرتضی آقا محمدی، هم چیزی، این برادرش هم مجتبی، این دوتا روانی هم. این آمد و گفت که من میخوام برنامه بذارم. گفتم بذار. گفت پول ندارم. گفتم ببین این پول ندارم، شما برو دم ایستگاه اتوبوس منزلت 1 ساعت 2 ساعت وایسا، بگو من میخوام برای آزادی، برای دموکراسی، برای به اصطلاح رساندن صدام به دیگران احتیاج به پول دارم، ببین مردم آمریکا چگونه کمکت میکنن. این کار رو نکرد چون دروغ میگفت. اینا معمولا پولم دارن، پولم از این ور اون ور میگیرن میخورن، ولی از اونها هستن که وقتی هم میمیرن بعضی وقتا اصلا کسی ندارن، فامیل ندارن که از این پول استفاده کنه. بمانه شما به این آقا نگاه کنید، حالا اون کلاهش و اون تاج روی چی میگن اون شاخه زیتون روی کلاهش و اینا بماند، پیرنش مرتب، شلوارش مرتب، یه دونه صندلی، این صندلی‌ها رو تو ایران میگفتیم صندلی ارج چون کارخونه ارج میساخت، یه دونه صندلی تاشو، یه دونه از این میزای کوچولویی که اینا وقتی میخوان تلویزیون نگاه کنن به اینا میگن تی وی دینر، ساندویچشون میذارن روی میز که نخوان 4 تاشون دور میز جمع بشن، یعنی دیگه زمانی که مردم به هم دیگه نگاه میکردن گذشت، الان همه به طرف تلویزیون نگاه میکنن و این خیلی هم بد شده، رابطه از بین رفته. بله، میگه که 5 سال بیننده بودیم، خیلی ممنون، ممنونم که هنوز هم هستید. بله، پس اون آقای مرتضی آقا محمدی و برادر دیوانش مجتبی آقا محمدی، اینها رو به خوبی یادتون هست. حالا همینم زمینان یه تبلیغی برای اونها میشه من جانی. ولی ببینید این آقای یه سینی هم نوشته stay free، دیگه پایین ترشو من نمیتونم بخونم. ببینید عینی مغازه آمده پرچمشو گذاشته، قوتیشو گذاشته، میزشو گذاشته، صندلیشو گذاشته، خودشم مرتب، الان نمیدونم داره به تلفنش نگاه میکنه یا داره یه چیزی میخونه یا داره سیگارشو به اصطلاح چاق میکنه و الی آخر. من ببخشید اینو میگم چون این ضرب المثل توی شیراز خیلی رایجه و ما بارها از پدر و مادرمون شنیدیم، وقتی یه کاری رو انجام میدادیم، خراب انجام میدادیم، خیلی بی‌تعارف بهمون میگفتن کسی که میخواد یه گوهی بخوره باید قاشق گوه خوری رو با خودش بیاره. اینو ما اینجا به دوستانی که حزب را میندازن، جنبش را میندازن، از این چیزای مزخرف بی اساس بی پایه را میندازن، اینو میگیم. اون روز به پتیک گفتم، پتیک جان دیروز بود، گفتم یادته من اینو میگفتم؟ گفت آره، اصلا خودم هم الان دیگه استفاده میکنم. گفتم این آقا ببین این هدف داره، حالا خدا میدونه اصلا ممکنه این 3 روزی که میاد اینجا پول حالا گدایی میکنه یا کمک جمع میکنه، اینو میبره مثلا گرسنگان رو روز یک شنبه نهار میده، میبره برای اونایی که تو سرما هستن پتو میده، برای اونایی که تو گرما هستن براشون پنکه میخره، اینو ما نمیدونیم. ولی مهم اینه که این کاری که داره انجام میده، اولا یک گوشه پیدا کرده مزاحم هیچ کس نیست،
نشسته با قوطی، بعضیا یه نوشابه میخرن، نوشابه رو میخورن، بعد کثیف بو میدن، ریش و پشم و اینها، لباس چی میگفتن، لباس مندرس که نه فکر کنم یادم رفته. اینجوری به برشونه، هی پشت سرت را میان، شما نمیدونی چی کار کنی، کمک کنی اینا رو بیشتر تشویق میکنی این کار انجام بدن، کمک نکنی بعضی هاشون حتی پرخاش میکردن که دیگه اینجا قانون گذاشتن اگه کسی وقتی که کمک میخواد پرخاش کرد یا مزاحم شما شد، شما میتونی به پلیس بگی و پلیس اون رو میتونه بگیره و بازداشت کنه و اینها. ولی نگاه کنید دوستان، این آقا منظم نشسته اینجا، مرتب نشسته اینجا، توی این کورنر یا این گوشه‌ای که پیدا کرده برای خودش داره کمک جمع میکنه. ناگفته نماند، صاحب این مغازه، صاحب این فروشگاه میتونه بیاد به این بگه اینجا جمع کن برو، احتمالاً از اونم اجازه گرفته. یعنی دقیقاً اون سه چیزی که سوربی بارها میگه، آقا خانم هدف تو باید ما بدونیم، برنامه تو باید ما بدونیم، وسیله تو باید خودت به مردم بیای نشون بدی چه وسیله ای داری. همینجوری میای میگی حزب آزادی، شما که خودت رو هم نتونستی آزاد کنی از این قید و بند، از این تعصب، چگونه میخوای دیگران رو آزاد کنی؟ یکی از دوستان ما چند مدت پیش به شوخی گفت که ما مجبور شدیم بریم یه سری کار در منزلمون انجام بدیم، هی رفتیم این وسیله رو خریدیم دیدیم یه چیز دیگه کم داریم، اون رو خریدیم دیدیم یه چیزی که دیگه کم داریم، خلاصه 2,000-3,000 دلار طول، یعنی اسباب خریدیم، بعدم آقا ما که کننده این کار نیستیم، دست درد گرفتیم، شونمون یا شلرمون به اصطلاح آسیب دید و بعد گفت حالا باید بریم جراحی هم بکنیم. شنیدم که جراحی کرده و امیدوارم هم حالش خوب باشه، هم به زودی ما با این دوست عزیزمون دیداری داشته باشیم، مخصوصا بعد از سفر ترکیه و آلمان. گفتنی های زیادی دارم که با این دوستان بگم و بخندیم و شبی رو به اصطلاح با هم بگذرونیم و قدر این دوستان رو بدونید. گهگاهی اگر یه چیزی هم میگن دلخور میشید، خیلی ناراحت نباشید. خب میگن که Who has the same bad experience with Trump government. آها Every day are writing new people. آها میگه که هر روز، این آقای دکتر شهرام ایران بومی از فرانکفورت آلمان، میدونید که بعد از اون حادثه واقعا جانگدازی که براشون پیش آمد، پسرشون تصادف کردن با ماشین و فوت شدن، این ترامپ نادان و ادمینستریشن، یعنی دستگاه و یاران نادان تر از خودش، اینها به ایشون ویزا ندادن که 3 روز این بنده خدا بیاد اینجا فرزندش رو به خاک بسپاره، با دوستانش به اصطلاح باشه و برگرده. و ایشون یک جنبشی را انداخته به نام جنبش ایرمان. ایرمان اسم پسرشون هست، پسر 20 ساله‌ای که خیلی هم فعال بود در خدمت کردن به جامعه. و روی صفحه مردم تیوی پیج فیسبوک اگه شما برید، من الان بهتون نشون میدم، اونم اینجا هست که بذارید من یه تماسی با ایشون بگیرم، چون ایشون تماس میگیرن و من روی برنامه هستم. بذارید ببینم میشه تماس بگیرم. میکروفون 3، بله. الان زنگ بزنیم ببینیم که صدا میاد یا نه. خب من سعی میکنم موقعی که ایشون صحبت میکنه اون صفحه مردم تیوی و جنبش، بله، میگن Please rate the quality of your audio call, not now. خب این تماس برقرار نشد، ولی شما این تجربه بد رو دارید. این روزا میری بانک خودت مثلا صفحه ببینی امروز چند پول داری، چند خرج کنی، یا پول آب و برق و گاز و اینا رو باید با اینا هی چیز کنی، اینو امروز بدم اونو فردا بدم. اول کار میاد میگه شما نظرت رو راجع به این صفحه، ای کوفت بخورید، منی که هنوز نیومدم چه نظری دارم؟ من فوری براشون مینویسم بعد. من نمیدونم اینا دیوانی شدن. بعدم مینویسه 3 تا 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. آقا خانم، کسی که کار داره، آمده رو اینترنت میخواد با عجله کارشو انجام بده، 3 دقیقه براش 30 ساعته، 5 دقیقه براش 50 ساعته. بمانه، برگردیم به اون ماجرای دکتر شهرام ایران بومی.
اجازه بدید من این صدا رو باز میذارم که اگه ایشون تماس گرفتن صداشون رو بشنویم. بنده خدا اینقدر میدوه این ور و ور، توی این زندان برو، توی اون دادگاه برو، من یه روز از 8 صبح تا میشه گفت 7-8 شب، یعنی 12 ساعت 11 ساعت با ایشون بودم. واقعا بهش گفتم من این قدرتی که شما داری اصلا نمیدونم این انرژی و نیرو رو از کجا میاری. البته خندید گفت از نون و پنیری که میخورم، و عکسی هم دارم ازش که در حال خوردن نون و پنیر هست. بذارید من ببینم که ایشون چی نوشتن، این رو بخونیم و اگر فرصتی بشه دوشنبه با ایشون در برنامه باش. نوشتن که و many Iranian people from Africa, China, right. میگن الان این برنامه خیلی دیگران هم از ایرانیان در چین و در کشورهای دیگه به اصطلاح با من هم صدا شدن، خبر در سراسر دنیا به شدت شوک و برانگیخته شده و غیر قابل درک و تصور بود. ممانعت سفر و دولت مردان آمریکا از دیدار یک پدر دردمند و داغدار برای آخرین وداع با پسر جوان و ناکامش دنیا را بهت زده و نگران کرده است. لطفاً دقایقی در فکر فرو روید. من اتفاقاً اون روز که اونجا بودم 18 جولای از من خواستن که چند دقیقه‌ای توی برنامه‌ای که توی تظاهراتی بود صحبت کنم، و من اونجا گفتم که پاسپورت آمریکاییمو درآوردم، گفتم من به عنوان یه آمریکایی ایرانی تبار صحبت میکنم که افتخار میکنم در آمریکا هستم، افتخار میکنم به این کشور که آزادی داده، آزادی که من و شما از هر جایی از خونه خودمون از مملکت خودمون اگر بهمون آزادی نمیدن بیام اینجا این آزادی رو داشته باشیم، و از طرفی ابراز تأسف میکنم و خجالت میکشم که امروز شالاتانی رئیس جمهور ما شده که الان دیگه بر همه واضح و مبرهن است. این کلمه مبرهن هم ما اون وقتا نمیدونستیم چجوری بخونیمش. بله، که با کمک شوروی بوده، با کمک وبسایت های قلابی بوده، با کمک فیسبوک بوده. حتی کسی که یاد این داده که با از توییتر استفاده کنه آمد گفت که من اینو به عنوان یه دلغک و به عنوان یک به اصطلاح بازیگر و اینها میشناختم، و حالا خیلی پشیمونم که توییتر رو دادم دست این، مثل اینه که چاقو رو دادم دست یک آدم مست و اینو تو کوچه ول کردن، دیگه منم خودم نمیتونم ازش توییتر رو بگیرم. و اما این اون روز صحبت کردم و گفتم که شما تصور کنید که بچه‌تون سرما میخوره، شما حاضری بگی اصلا من یه ششمو میدم، یه کلیه‌مو میدم، همه نفسم رو میدم این بچه من سرماخوردگیش خوب بشه. حالا تصور کنید بچه‌تون خدایی نکرده تصادف کرده، این همه مصیبت سر شما آمده، شما اون آخرین وداع رو نذارن بری، اونم با چه دلیل احمقانه‌ای، بگن شما از این به اصطلاح تصادف دارید استفاده میکنید که برید آمریکا. کسی که آمریکا بوده میگه آقا من آمریکا رو دوست ندارم، و برگشته آلمان، اونجا دفتر وکالت داره، اونجا منزل داره، منزلش مال خودشه، بگن آقا بیا سند خونت بذار برو، بگن آقا بیا 4 نفر مثل سربی و دیگران ضمانت کنن که اگه شما برنگشتی انقدر ما پول میگیریم. من رفتم یه دوستمونو سالها پیش که آمده بود اینجا گرفته بودنش، رفتم اون موقع 70,000 دلار، اصلا 70,000 دلار برای ما خیلی زیاد بود، خونه من 80,000 دلار بود، 70,000 دلار من وثیقه گذاشتم، ایشون رو از زندان فیلادلفیا آزاد کردیم آوردیم اینجا تا وقت زندانش بشه. این کاریه که وثیقه میگفتن یا اینجا بهش بیل میگن، همین چیزی که سوئد نداره. و این احمق ترامپ نمیدونه بابا این بیل کلینتون چون وکیل بود، چون دانش اجتماعی و عمومی و سیاسی داشت، وقتی اون پسره رو توی این کشوره چیه که شما نمیتونی حتی آدامس بخوری، سنگاپور کجاست، رفته بود کار اشتباهی کرده بود، روی در دیوار چی نوشته بود، گفتن این مثلا جریمش اینه، هر چی خانواده به این للا کردن که آقا تو رئیس جمهور هستی بیا دخالت کن، گفت نه این وقتی میره اون مملکت با ویلا دنیا میریزه به هم، آقا میری این مملکت قانونش اینه،
یا رعایت کن یا نرو، یا اگه میری اونجا تظاهرات میکنی، پروتست میکنی اگینست، در مقابل این قانون بد، پیامداشو تو باید تحمل کنی نه من. ولی این احمق برای که از بس به سیاها توهین کرده، به زنا توهین کرده، به افراد مختلف توهین کرده، حالا فکر انتخاباته، برای که رأی سیاها رو به دست بیاره، آمده یه خواننده جوانی که من تا قبل از این ماجرا اصلا اسمش رو نشنیده بودم، ایسب بهش میگن، مثل از سون از پاسیبل می نیسن، ولی علامت اسمش علامت مانیه، رپ میخونه. رپ رو ما اصلا نمیفهمیم بعضی وقتا. کره شمالی نه عزیزم، کره شمالی نیست، یا سنگاپوره یا اندونزیه، یکی از این کشورها بود که دوره بیل کلینتون یه پسری رفته بود اونجا، رفته بود مثل که با اسپری یا روی ماشینی چی کرده بود و اینها، که بهش گفتودن با شلاقش بزن، و هرچی پدر مادرش به بیل کلینتون گفتن، گفت من دخالت نمی کنم، قانون کشورشونه، پسر شما وقتی میخواست بره اونجا باید این قانون رعایت میکرد. آقا شما میخواید بریم مکزیک، حالا که دیگه اینترنت هست، اون موقعی که نبود میرفتیم تو تریپل ای یه نقشه میگرفتیم، بعدم میگفتیم که ما میریم اونجا، میگو مثلا گواهینامه‌ت قبول ندارن، بیا الان ما یه گواهینامه تریپل ای بهت میدیم، باشگاه و نمیدونم جهانگردی اتومبیل را، یه همچین یه پولی هم ازت میگرفتیم، بعد بهت نصیحت میکرد اونجا آبش بده، آب بخور، ما هم حرفشو گوش میدادیم، آب رو با جو میخوردیم، چون اون خریتمون هم باید به اصطلاح ارضا میشد، آب جو میخوردیم. شما میری یه مملکتی باید قانونش رو بدونی. آقا مثل من برم مثلا استرالیا، فکر کنم اونا هم مثل انگلیسیا، مثل هندیا ماشین این ور میرونن، مثل ژاپنیا، برم ماشین کرایه کنم بعد بیام تو دست اینوری رانندگی کنم، هرچی هم هر کی بهم گفت بگم شماها احمقین، و الا ما تو ایران، توی آلمان، توی آمریکا دست راست رانندگی میکنیم. میگن خب برو اونجا رانندگی کن. در هر صورت بگذاریم، سعی میکنم با آقای شهرام ایران بومی یه ارتباط برقرار کنم. بذارید من این صفحه مردم تیوی روی فیسبوکم به شما نشون بدم، شما هم لطف کنید این رو، این عکسی که اونجا هست، فکر کنم میتونید با دوستانتون شیر کنید. بذارید من این رو ببندم. اون بالا تبلیغ مال خود فیسبوک هست که میگه $5 بده. یه اخبار، یه خبری رو گذاشتیم، یه خانمی در ایران دوباره همون تظاهرات بیهجابی و اینها، تعجب میکنم چجوری رو سر این پست بر رو از اون چیزا نگذاشتن که هنوز هم اینا میتونن برن، بعد راجع بهش نوشتن، حالا بعد میرسیم بهش میخونیم. و اینه، نگاه کنید، من این ایرمان موومنت رو الان از روزی که دیدمش از هفته پیش گذاشتم، از شما هم خواهش میکنم، این پایین میبینید نوشته شیر، شما شیر کنید با دیگران، با دوستانتون فالو کنید. فالو یعنی من الان میگم فالو، بله، فالوینگ. اگر یه چیزی در این رابطه نوشته بشه به من خبر میدن که آقا اینجا یه اعلامیه آمد، اینجا این، اینجا اون و الی آخر. در صورت من باز هم به اصطلاح خودم رو در غم آقای ایران بومی و خانواده عزیز و گرامیشون سهیم و شریک میدونم، و آرزو میکنم برای هیچ پدر و مادری پیش نیاد، چون روال طبیعی اینه که اول پدر بزرگ و مادر بزرگ، بعد پدر و مادر، به این ترتیب. وقتی این نظم برهم میخوره، من دیدم اینجا حال این دوستمون آقای محبی رو، وقتی که نوش در تصادف هواپیما، در سقوط هواپیما به اصطلاح فوت شد، اصلا زندگی بنده خدا دگرگون شد. و این نظمی رو که حالا طبیعت همچین با نظمم نیست، ولی این نظم وقتی به هم میخوره واقعا قدرت میخواد، تحمل میخواد. خب بله، متاسفانه در نیویورک اگه اشتباه نکنم هفته پیش که خیلی هم هوا گرم بود، یه پدری دو تا بچهش رو میبره که بذاره کودکستان بعد بره سر کار. از بس مردم این روزا درگیرن، از بس خبرها بده، گرفتارن، از بس برنامه رو عوض میکنن، یه روز خانمش اینو میبره، یه روز خودش میبره، این بنده خدا رفته سر کار، یادش رفته بچه ها رو بذاره کودکستان.
8 ساعت سر کار بوده، اون دقایق آخر یادش میاد، بلند میشه میاد میبینه بچه ها تو ماشین از بین رفتن، دو تا بچه یه دوقلو یه ساله مردن از بین رفتن. آدم مثلا قلبش میگیره وقتی میخواد این حرف رو بزن. خب قانون چه کار کرد؟ گرفت این آقا رو انداخت زندان. حالا کسی که باید زنش بره سر کار، خودش بره سر کار، ای بدو او بدو تا خرج زندگیشون در بیاد، حالا آقا رو هم گرفتن انداختن زندان. اینجاست که مردم آمریکا آمدن کمک کردن، اون وکیلم رفت اونجا کمک کرد، گفت آقا این الان تو غم خودش داره میسوزه، اینو از زندان بیارید بیرون بذارید بره این ورور صحبت کنه، بگه آقا خانم 5 دقیقه دیر برسید مهم نیست، بره این ورور صحبت کنه برای کارخونهایی که ماشین میسازن، برای کارخونهایی که این صندلی بچه ها رو میسازن، بگه آقا خانم یه دستگاهی بذارید، یه چیزی مثل این درست کنید بذارید توی این صندلی که وقتی بچه میشینه روش، من که میخوام در ماشین رو قفل کنم برم، این دستگاه هست. این روزا دیدید در یخچالتون بازه چراغش روشن، در خونتون بازه آلارم زنگ میزنه شب در خونه بازه، در گاراژ بازه، و اینا رو چیز کنم. من خیلی خوشحالم، حتی میخوام این یه مقداری پول برای این وکیله بفرستم، اگه کسی هم حاضره کمک کنه یا خودش مستقیما این آقا رو پیدا کنه و اون وکیلش هم یه آدمیه که تو CNN هم میاد، یا اینکه اگه مایلید به تلویزیون مردم کمک کنید بگید این برای اون کاره. وقتی بگید این برای اون کاره، من حتی اون فی یا هزینه ای رم که پیپل کم میکنه اونم من میذارم روش براشون میفرستم. بمانه دیروز از زندان آمد بیرون این آقا و با پسر 4 سالش بود، اصلا بهت زده. این پدر و مادر این پسر رم بغل کردن، میگن که ما هنوز تو شوک هستیم، ما اصلا باورمون نمیشه، ما منتظریم بیدار شیم این یه خواب وحشتناک باشه. دوستان اگه شما ماشینتون رو تو گاراژ پارک میکنی، چند بار شده ماشین آوردی بیرون داری میری سر کوچه که میرسی میگی در گاراژ بستم نبستم، این چه فرقی میکنه با این بیچاره که بچهش یادش رفته؟ چند بار شده رفتید اونجا میگه اه تلفنم با خودم آوردم؟ چند بار شده میری سر کار میگه من قرار بود این کاغذ رو بیارم اسب برم مثلا فوتوکپی بگیرم برم بانک فلان اینا؟ خب همه انسان هستیم، اینا کیان که قانون گذاشتن که کسی که بچهش از دست داده حالا بندازیمش زندان؟ آقا این سالی 60,000 دلاری که میخوای خرج زندان این کنی، اگه بدی دو نفر دیگه اصلا ممکنه بشینن خونه بچه هاشون رو نگه دارن نرن سر کار. مدت ها پیش یه خانم آقای رو تو تلویزیون نشون میداد، اینا هر کاری کردن کارشون رسول به جدایی، رفتن بالاخره پهلوی مشاور خانواده، مشاور خانواده گفت چجوریه؟ گفت من صبح بلند میشم شیر برای این درست میکنم، خوراک برای اون درست میکنم، ساندویچ برای اون درست میکنم، خودم میرم سر کار. این گفت آخه شما زندگی نمیکنید که، شما باید برید کار کنید برای زندگی، شما این زندگی رو دارید انجام میدید برای کار کردن. دکتره بهشون گفت که ببینید شما یکیتون باید بشینید تو خونه، حالا میگید مردا و زنا مساویان، زنا و مردا مساویان، من کاری ندارم، بشینید خودتون ببینید حقوق کدوم، کار کی بهتره، کار کی نزدیکتره، یکیتون بشینید خونه. خب خیلی ها به این نتیجه میرسن بچه نیارن، و شد این آقا نشست خونه. گفت خب حالا که نشستی خونه این ماشین احتیاج داری؟ گفت نه. گفت بفروش. فروختش 5,000 دلار 6,000 دلار. گفت این کمکت شد، برو به دهیات بده. گفت خب حالا که اینجوریه احتیاج داری هر روز کفش بخری کلا بخری فلان اینا؟ گفت نه. گفت خب از اون برم کمکت شد. گفت احتیاج داری هر روز بدوی بری استارباک 6 دلار 7 دلار صبح کافی بخوری، ظهر نهار بری اینور و 10 15 دلار بدی؟ گفت نه. گفت خب اینم روز 20 دلار یه ساندویچ درست می‌کنی با بچه‌هات می‌خوری. آقا این از موقعی که دنیا عوض شد، اونم به خاطر جنگ، اونم باز لعنت بر دیکتاتورها که جنگ‌ها رو راه انداختن، جنگ‌ها رو به مردم تحمیل کردن. و الا این خانما والا کوئین ملکه خونه هاشون بودن. شما نگاه کنید هر کدومتون، حالا بابای من چون مثلا شغلش یه جوری بوده که کمتر
بوده، خب پول میداد دست مادر ما، مادر ما خودش وکیل خرج بود. الان اینایی که میرن سر کار، سر پول اشکال دارن، این پول مال منه، این پول مال منه، من پول بیشتر میسازم. شما برید نگاه کنید برنامه من، من قبلا هم گفتم آقای اومده، خانمه اومده، آقای تیمسار بوده تو ایران، هی به خانمش گفتن خانم تیمسار، اون موقع اون خانمه پوز میداده، تا اومدن اینجا این آقا تو دیپرشن و به اصطلاح افسردگی به سر برده یا ماکسیموم رفته راننده تاکسی شده. اون خانمه فوری، خانمام تو انگلیسی یاد گرفتن، اینا ماشاءالله خوبن، سریعن انگلیسی رو یاد گرفته، رفته آرایشگاه، بعد از یه ماه اومده به مرده میگه که تو آخه صبح تا نشستی اینجا یه چایی هم درست نکردی؟ میگه نه. میگه داشت چیکار میکردی؟ میگه داشتم با دوستام صحبت میکردم، خاطرات گذشته. میگه برو انشو برو نکبه، خاطرات گذشته گذشت رفت. مرده رو از خونه میندازه بیرون، میگه من پول خودم رو در میارم، چرا بیام با تو وقت بذارم؟ اینجوری شد. شما برید نگاه کنید از موقعی که جنگ جهانی و اینها شروع شد، کارگر کم شد، خانما گفتن مردا رفتن جنگ، ما میریم تو کارخونه کار میکنیم، بعد که مردا برگشتن، خانمه گفت که حالا بدم نیست، یه پولی داریم میسازیم دیگه، وایسادن این صنعتی شدن و اینها و شروع کار مردا و زنا و اینجوری. اون وقت اون نظم و ترتیب طبیعت که خانم ها در خونه باید باشن، همون موقع هم که غار نشین بودن اینجوری بوده، خانمه تو غار می نشسته، آقای می رفته بیرون شکار می کرده، حالا یا شیر اونو می خورده یا اون شکار بر می داشته می آورده برای زن و بچه هاش. این نظم عوض شده. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به اینجا. شما صبح نگاه کن، این همسایه من این بچهشو می گیره اینجور، خودم دختر خود من هم اینجوره، پسر خود من هم اینجوره، بچهشونو بر می دارن می برن می دن دست یه غریبه تا عصر، عصر که میان میرن این بچه رو بر می دارن میان. این بچه ها یک بام ده هوا شدن، نمیدونه انگلیسی حرف بزنه، نمیدونه اسپانیش حرف بزنه، نمیدونه فارسی حرف بزنه، به کجا میریم نمیدونه. خیلی ممنون علن عزیز، قربونت برم. نه به من بگو استاد، نه به دیگران. این استادای الکی که به این اون گفتیم پدرمون رو در آورد. آقا من استاد چیم؟ استاد یه بنده خدایی بود، استاد محمد فرجی، ایشون سالها کار کرده بود، سالها با پتک روی سندون زده بود، فنر صاف کرده بود، شده بود استاد دستگاه جلو، دستگاه جلو سازی و کمک فنر در خیابان اصلاح نژاد. ماشاءالله درآمد خوبی هم داشت، یه دکونی داشت از این آفیس ما کوچیک‌تر، خیابون ماشینا رو ردیف میکرد، میریخ جلو تا از چند تا دستگاه جلو درست میکرد، پول میگره، خونه بسیار قشنگی هم داشت و اینها. اون استاد بود. من حالا یه وقتی مثلا یه زمانی الکتریسیتی خوندم، برق خوندم، برق درس دادم، کار برقی انجام میدادم، به اصطلاح مغازه‌شو داشتم توی همون خیابون، توی همین اصلاح نژاد شیراز. خب مثلا میتونستیم بگیم آقا استاد برق. استاد چی هم اینجا؟ طرف میگه آقا استاد سخن. آقا استاد سخن یعنی یه آدمی که از بیکاری فقط زرزر میکنه، حرف میزن. درستان ممنونم، متشکرم. شما اگه اینو لطف کنید وردارید، من بیشتر ازت ممنون میشم. بازم متشکرم که با ما هستید و ببخشید که من اینجوری بیتاروف به شما میگم. پس اینم ماجرای بچه ها در ماشین که از گرما، از سرما و اون مصیبت بعدش پدر مادرها و اون که حالا دیگه طرف رو هم میندازن زندان، حقوقش که قطع میشه، هیچی، یه خرجی هم به این خانواده بیچاره اضاف میشه. خب بریم ببینیم برای شما چی گذاشتیم. نظرتون راجع به انتخابات ایران برای سال 1400 چیه؟ شما میدین یا نمیدین؟ فکر بد نکنید، منظورم رأیه. این آقای اسلام شمس آمد گفت که برید بدید، دادن خیلی خوبه، اگه میگید بده برید از اونایی که دادن بپرسید. بعد گفت آقا شما چقدر فکرتون کثیفه، من دارم راجع به رأی دادن میگم. اینم از این، من خودم، بعد به دیگرانم نگین شما رأی بدین یا ندین. میتونید بگید من رأی نمیدم، ولی من سخنگوی ملت ایران هستم. طرف دو نفر رو وبسایت رو فیسبوکش نیستن، میگه من سخن میگم. آقا آقای سهراب چمنارا میاد میگه من سخنگوی ایرانم.
شما میای میگی من سخنگوی ایرانم، اون یکی میاد میگه من سخنگوی جوانان هستم. نکنید این کارو. این آقای نیاک آمد گفتن که نمیدونم نماینده ایران، بعد رفتن هم تظاهرات کردن. واقعا اگه بشه با آقای هوشنگ امیرحمدی هم یه مصاحبه داشته باشیم، بگیم خب آقا این که نماینده مردم ایران نبوده، شما هم یه سازمانی زدی اسمش گذاشتی شورای ایرانیا. و میدونید وقتی خودمون نمیتونیم 4 نفر رو جمع کنیم، میگیم بذار بریم ما این مثلا این بیننده های سربی رو داغون کنیم. آقا این سالها اینجا بوده جون کنده، تا حالا 8900 نفر تونسته جمع کنه. سالها توی مملکت فوش خورده، تا حالا 5000 نفر رو صفحه خودش هستن. این 5000 نفر هم فیسبوک می نویسه فرند یعنی دوست، ولی هم من میدونم هم شما میدونی بعضی هاش از دشمن هم دشمنترن. چرا دشمنترن؟ چون احمقن، نشناخته و ندانسته، چون مخالفن با حرف من. یه احمقی هست، این همینه که بردمش دادگاه. تا امروز نمیخواستم اسمشو بگم، یا آدم کثیف نوکر مجاهدین که مثل دلغکا این روزای چیز این چیزای پلاستیک زرد رو میکنن برشون میان، به نام بهزاد عتیقچیان. این رو من بردم دادگاه. باور کنید روزی که بردم دادگاه مثل گچ سفید شده بود و داشت از بین میرفت. اینقدری که من وکیل داشتم، به وکیلم گفتم آقا شما نمیخواد صحبت کنید. بعد رفتم اونجا به قاضی گفتم بابا به اینا یاد بدید مملکت آزاد معنیش این نیست تو 2 شب زنگ بزنی به یه تلویزیونی فوش بدی تهدیدش کنی. بعد تقریبا میشه بگی جرم دولتی مرتکب شده بود، دادستان اونو برد. میدونید یه وقت شما جرم شخصی داری میری دادگاه شخصی، اینو دادستان، چون من جرمم به اصطلاح دادخواستم و بردم دادم به دادستان، نه از ما پولی گرفتن نه چیزی. دادستان گفت چیه؟ گفتیم اینجوریه. اولا میری با قاضی صحبت میکنی، قاضی میگه بله این پرونده قابل پیگیریه. حالا ما فکر کردیم آدم شده، دوباره یاغی شده. پریروزا دوباره برداشته بود، چی نوشته بود؟ من بلاکش کردم. آقای بهزاد عتیقچیان، عزیز برادر، برای خود دردسر درست نکن. احمق نادان، برو رهبرتو پیدا کن، برو دنبال کونش، انقدر بخور تا سیر بشی. بدبخت شماها که یه سری به صدام آویزون بودی، یه سری به عربستان آویزون بودی، یه سری حالا به ترامپ و افراد شالاتان آویزون شدی، خجالت بکش. اگر واقعا باور دارید که شما پخی هستید، برید این بوی گند گوه آخونده رو بکنید بیرون، بگیرید مملکت رو برای خودتون. ما که گفتیم نه بر میگردیم نه میایم نه میخوایم، برای خودتون. آقا این دست خر تقدیم به شما. بله، میگه سلام دوستان، تو این هفته کسی ایران نمیره، من حدود 5 کیلو بار دارم. خب این هم همون ماجرای دوستان. آقا این روزا کیه اعتماد میکنه بار شما رو ببره؟ برید بدید به این شرکت های باربری، اونا قانونن نگاه میکنن میپرسن از شما. حالا یه بنده خدای اگه میخواد ببره، یه مدت اینجا رسم شده بود، اینجا مال شرکت های مثل مال پرو و اینها میمد برای شما بلیط میخرید، میگو برات بلیط میخرم، ولی شما میتونی فقط یک کیف بیاری که میره داخل داخل هواپیما. اون دوتا کیفی که بار هست و حدود 23 کیلو هست، اونو ما چی میکنیم؟ که بعدم گندش بالا اومد، الان توی اندونزی هست که قانونش اعدام هست. برید ببینید چند تا خانم ایرانی، چند تا زن ایرانی منتظر اعدامن، گریه میکنن، زجه میزنن، میگن آقا به ما گفتن مجانی برو اندونزی، ما بلند شدیم آمدیم، نمیدونستیم تو این کیف جاسازی شده هروئین و اینا. حالا نه یک قطیه نه یک قطیه چی میگن دارو، 5 کیلو بار دارم. این بنده خدا آقای سفر دادور بارها تو برنامه گفتیم آقا این یه سری دستگاهایی هست مثل ماشین تایپه برای نابینایان، چیزی هم توش نمیشه قایم کنی، همش آهنه، میتونی ببینی. هر کی میخواد بره پول اضافه بارش هم آقای سفر دادور میده. کسی پیدا نشد، خودش بنده خدا هی رفت آمد که بلکه این دستگاه ها رو ببره به ایران برسون. بله، میگه عوضش در ایران یک نفر مهندس دختر 7 سالش رو خفه کرد و کشت. وقتی در دادگاه ازش سوال کردن
گفت میخواستم زودتر بره بهشت. خب ببینید وقتی یه نظامی حاکمه که میگه شما وقتی میمیری میری بهشت، خب این جواب درستی به اینا داده. این تو مغزش گفته آخه این چه زندگیه، این چه جهنمیه که دختر من اینجا باشه و این خندگرانش باشم، بذار زودتر بفرستنش بهشت. یا اینکه زرنگی کرده جوابی داده که اونا نتونن چی کنن. خب چی شد سرنوشتش؟ نگفتن خب ما چون دیدیم شما خیلی پدر دلسوزی هستی ما هم شما رو فردا صبح اعدام میکنیم که فوری بهشت به دخترت بپیوندی. اینم جواب آخونده باید باشه برای این کسی که این کار زشت رو انجام ده. بله آقای فرخ هم میگه که sorry I'm late because I had a doctor appointment. آقا اصلا ساری نباش، مسئله نیست. این برنامه رو بعدا میتونی از اول نگاه کنی و ممنونم شما اتفاقا حرفی رو که من زدم ثابت کردی. هیچ وقت نمیای وقتی میخوای نوبت بگیری تقویمتو در بیاری دکتر میگه آقا ساعت 1:30 مثلا روز دوشنبه بیا، میگی نه 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 سولبی 2 برنامه داره من 1:30 نمیام. خوب شدی تقویم ها آوردن جولای رو بزنم اون وقت آگست. اینم آگست. شما هر کاری داری، اگه خواهرتون از کانادا اومده، برادرتون از اروپا اومده، با اونا هستی، اونا را انجام میدی، وقتی بیکار بودی میشینی تلویزیون نگاه میکنی. حالا اینایی که میگن نه آقا ما اصلا برنامه های شما رو میس نمیکنیم، دروغ میگن. اصلا تا اینجوری میگن دروغ میگن. ولی دوستانی من دارم میگه آقا گرفتارم برنامه تا هر وقت برسم نگاه میکنم. میگم خیلی هم ممنون و متشکرم. ممنونم که شما با ما هستی. لطف کنید برای دیگرانم این برنامه رو همین الان بذار، نه اینکه برای خود من بعدن بفرست. خود من که دیدم شنیدم چی گفتم، کجا بودم کجا هستم. و نظرتون درباره صفرهایی که میخوان از پول ایران کم کنن چی میشه؟ دیروز ما با دوستامون بودیم و اینها سوال میکردن آقا خب یه چیزی که چون ما دوتا مشکل داریم، مشکل ما یکیش این ریال به تومنه. طرف میگه آقا مثلا یه چیزی رو که میگن 120,000 ریال میشه یعنی 12,000 تومن. حالا اگه 4 تا 0 رو کم میکنن این چجوری میشه؟ گفتیم بابا اون وقت اعشار میاد، اجزا میاد و این کار شده، برای دینار شد، برای شاهی شد. میدونید ما وقتا 10 شاهی داشتیم، 2 تا 10 شاهی میشد 1 ریال. برای سنار، سنار و دینار و شاهی شد، حالا برای ریال میشه. خیلی سخت نگیرید، عادت میکنید. گفتم البته من میدونم تا حالا چند سال دیگه ایرانیه هی میگه به تومن جدید یا به تومن قدیم که اصلا یه عده دق میکنن. آقا تموم شد وقت گفتن 4-0 رفت، فوری شما اگر مثلا 12,000 تومن بوده که میشه این قدمم یادم میاد 12,000 تومن میشه 120,000 ریال، درسته؟ 120,000 ریال که میشه 12,000 تومن، 4-0 که رفت میشه 12 تومن. حالا یا اسم جدید بذارن براش، به جای تومان هم یه چیز جدید بذارن. ولی یه سوال من از شما دارم. شنیدم که توی ترکیه این کار انجام شده، توی ایتالیا گویا انجام شده، کشورهای دیگه هم این کار انجام دادن. میخوام ببینم وضع اون کشورها بعد از اینکه 4-0 رو کم کردن درست شد. فکر نمی کنم فقط 0 کم کردن مشکل اقتصادی ایران رو حل کنه. مشکل اقتصادی ایران نابسامانی و دزدی هست که این خود آخوندا، بچه آخوندا، آقازاده ها، خیلی از این دوستانی هم که شما ببینید توی مهمونی ها فوش میدن با آخوندا، اینا الان منبع درآمدشون ایرانه، رفتن اونجا نمیدونم به این بهانه به اون بهانه دارن پول در میارن. یعنی شما نگاه نکن این با درود ورود میاد داخل مجلس داخل مهمونی و 4 تام فوش میده. خیلی ها درآمدشون هنوز که تو خارج زندگی میکنن از ایرانه. ولی ما زرنگ نبودیم، ما احمق بودیم، جز اونایی بودیم که اومدیم تو این شیشه، تو این جعبه شیشه‌ای وایسادیم، خودمون رو نشون میدیم، فوش میخوریم، تهمت گوش میکنیم، تهدید میشیم و الی آخر. البته تهدید پاش برسه چوب تو آسینتون میکنم. والا این گویا این میدان. اون آقای بهزاد عتیقچیان، اونایی که دوستش هستن، آقای حسین آقا، آقای پرهام، آقای فیلابی، به این نادانها درس بدین. رهبرتون که مرد و رفت فقط درس زنبازی به اینا داد،
تازه اونم وارونه درسشون داد، تو بیا زنتو طلاق بده که آقای رهبر سوارش بشه. چرا میگم سوار؟ چون کسی که اینقدر احمق باشه که زنشو به این سادگی طلاق بده، یعنی این زن نبوده، این براش یه خری بوده، الاغی بوده، این سوارش میشده، حالا دادش به اون یکی. والا طرف خرش هم میخواد بده به یک کسی، به این سادگی نمیده که اینا این کارو کردن. خجالت بر شما، ننگ بر شما آقای پرهام، آقای ترشیزی، آقای فیلابی. این حرفی که من به رضا تنبلم زدم، گفتم تو اول یاد این علی بنگی و دیگران بده که اصول دموکراسی چیه، اینقدر شعار ندین، الکی حرف نزنید. خب بله، میگه نظام میخواد از اهمیت دزدی های میلیاردی کم کنه، وگرنه هیچ تأثیری. آره خیلی قشنگ میگه ایشون. ایشون میگه الان مثلا میگن 3 میلیارد طرف دزدیده، بعدن 3 میلیارد میشه چقدر، 4 تا صفرشو بزنی، بعدن مثلا میگن 30,000 دلار دزدیده. اینم یه دلیل خوبه. البته یادتون باشه ما ایرانی ها، ببینید دلار که گرون میشه میگیم دلار گرون شد آخونده از بین میره، دلار که ارزون شد میگه عادی، دلار ارزون شد آخونده از بین میره. آقا آخه نمیشه، شما میگی گرون شد از بین میره، ارزون شد از این از بین میره. مثل اینکه یه نفر اینجا باشه به من بگه تو از این وری بری به خونت میرسی، از این وری هم بری به خونت میرسی، همچین چیزی امکان نداره. ممکنه بله از این وری که میری به خونت برسی، از این وری هم که بری به خونت برسی، ولی یکیش کوتاه‌تره، یکیش طولانی‌تره، نمیدونم، منتظر هست. بله آقای اکبری میگه دقیقاً کم کردن صفرها برمیگرده به جریان آلمان بعد از جنگ جهانی اول، که بعد از تحقیر آلمان یک آبجو قیمتش به میلیاردها مارک رسیده بود و این آخرین مرحله از مرحله قبل از ورشکستگی یک نظام است. خب یعنی شما میگی که اگه این کارو نکرده بودن ورشکست میشدن و این کار جلوگیری کرد از ورشکستگی آلمان، یعنی ممکنه الان هم کمکی باشه به آخوندا، یا اینکه شما میگی این کارم انجام بدن باز به جایی نمیرسه. و اما برگردیم اخبار دنیا، مخصوصا آمریکایی که توش هستیم، ببینیم چه خبر. آمریکا گفت توافق صلح با طالبان مراحل پایانی را طی می‌کند. میدونید که برید بزنید یه دوستی این کارو بکنه، عکس ریگان رو با طالبان در کاخ سفید بفرسه بیاد، ببینین آقای ریگان از 40 سال پیش 1970 و چند این 84 80 اینها، اینا طالبان رو آوردن توی اینجا و طالبان درسته که مذهبیه ولی مثل القاعده و اینها تندرو نیست، البته اونها اشکال دارن، اونها بنیادگرا هستن، اونها فناتیکن، و این دولت‌ها دفتر دستک داشتن این بر اون بر. اگه اشتباه نکنم تو همین واشنگتن دفتر طالبان باز کرده بودن. و حالا اون آقای چچقانی مال افغانستان گفت آقا ما بدون چی میگم، بدون اینکه یه هیئت مؤتلفه داشته باشیم با طالبان، امکان اینکه این مملکت رو کنترل کنیم و بگردونیم نیست. اینه که بعضیا میگن آقا اگر ایران آزادی داشته باشیم فردا، همین آخونده، همین جمهوری اسلامی که اصلا غلطه، جمهوری که اسلامی نمیشه، همینا میتونن بیان. چیزی که از ما بهش میگیم آقا شما نمیتونی صدای از اون الله اکبرت هی بلند کنی زر رو زر مثل ترکیه. آقای کلیسا شما این ناقوس مال زمانی بوده که مردم تلفن نداشتن. ببخشیدا هفته آینده جمعه مسلمونا، هفته آینده یک شنبه این مسیحی ها تلفوناشونو شمارهشونو بدن به آقای کشیش، حالا اون میخواد زنشونو بلند کنه، دخترشونو ببره اون پشت، پسرشونو تجاوز کنه، ما کاری نداریم. ولی این ناقوس و زنگ و اون الله اکبر اینجوری میتونید از بین ببرید؟ آقا صبح ساعت 4:45 دقیقه ترکیه عرعرش بلند میشد، اینو میتونه یه تکست بفرسته بیدارت کنه اگه تو واقعا توی قرن 21 هم هنوز احتیاج داری. این مال یه زمانی بوده که یه محله‌ای بوده، کسی نبوده، حمزه‌ای میرفته از اون میگفته و الی آخر. برید ببینید ترکیه چه مصیبتیه، اصلا شما وای میسی بالای هتل
حالا ما هر جا میرفتیم میگفتیم به ما طبقه بالا رو بده، ما میخوام همه هتل همه شهر رو ببینیم. اصلا دیوونه میشید از بس این مناره ها رفته بالا. بعد دور هر مناره هم دو تا بلنگو آویزون کردن، صبح این میگه اون میگه این میگه اون میگه، فوشاتو میدی همچی که میخوابی زور شروع میشه، دوباره بعد از زور، دوباره مغرب، دوباره عشا. بله، فرض کنیم ایران شد سوئیس، بعد تکلیف کارخانجات اسلحه سازی غرب چه میشود؟ ساده این که فکر کنیم غرب و آخوند دوست نیستن. آقای آتیلا خدا بگم چه کارت کنه؟ خب شما که چند مدت پیش با من با مخالفت و دعوا آمدی پیش و خیلی خوشحالم، به نظر میرسه هم همشهریم هستی یا هم زبانمون هستی، الان داری شما هم حرف ما رو میزنی. ما امیدمون اینه که حالا ایران اگه شد سوئیس، بعد ملت بگن آقا این پولای اسلحه و اینا رو ما میتونیم خرج آدمسازی، نمیدونم وسایل رفاه، و همون به جایی که طرف بره اسلحه بخره، وسایل رفاه بخره، یه چیزی برای پارک بخره، یه چیز برای آبتنی، یه چیز برای استخر، یه چیز برای این، یه چیز برای اون. و میدونم عوض شده تولید ماشین آمریکایی، دیگه چرا بیاد کادیلاک درست کنه توی مارکت بگه 30,000 دلار، طرف بگه آقا هندوستان داره ماشین درست میکنه میخواد بده 2,000 دلار، میره تانک درست میکنه میده 1 میلیون، میره هواپیما درست میکنه میده چند میلیون. اینا رو میدونم. ما امیدمون به اینه که میشه که امیدوار باشیم، نه؟ آدم به امید زنده است. امیدمون به اینه که ملت به یه جایی برسن که بگه آقا من این همه اسلحه برای چی میخوام. بدبخت داشت میگفت این آقای جان کری، عکسش نگاه کنید، ما تو گوشش هم داریم حرف میزنیم، تو گوشش اشهد ان لا خوندیم مسلمون بشه. آقای جان کری گفت ما نمیتونیم به کشورهای دیگه بگیم شما بمب اتمی نداشته باشید وقتی خودمون داریم. اون روز آقای حسن فیروزی توضیح داد، گفت آمریکا از روسیه یه مشت بمب اتمش رو خرید، گفت یه پولی بدیم شما ورشکست شدید وضعتون خوب بشه. گفت 2,000 تا فروخ پولش گرفت، همچین که قراردادشون تموم شد رفت 3,000 تای دیگه ساخت. این چه باید کرد؟ شما جوونی، ما هم یه نسل قبل از شما هستیم، امیدوار باش، امیدوار باشیم و یه چیزی پیدا بشه. و الا شما این ماجرای پول رو نگاه کن، دیروز داشت میگفت که این آقایی که صاحب آمازون هست نمیدونم 85 میلیارد دلار بیلیون دلار، اصلا من این عددا رو باور کنم بلد نیستم. خب باید پول رسیده باشه به نزدیک اینا که بلد بشه. ما چند بار از صبح تا شب بیلیون مینویسیم، میلیون مینویسیم، میلیون هم نمینویسیم، میلیون 6 تا صفر داره، اون 9 تا صفر داره، اون 12 تا داره، اون فلان داره. گفت اینقدر پول داره. آقا این آقا یک سنت مالیات نمیده. من و شما اگه خواستیم بریم یه جا اجاره بدیم، میگن اجاره این ماه رو بده، اجاره ماه آخرم بده، یه پولی هم بذار که اگه این دیواره رو بچت خط کشید ما پولشو بگیریم. این وقتی میخواد بره یه جا میگن قربونت بیا اینجا ما بهت پول میدیم، تا 10 سالم فلان میکنیم، برات خانمم میاریم. خب چه باید کرد؟ دنیا که یه شبه خراب نشده که، مگر اینکه من و شما مثل شاه لایا بشیم بگیم تا 21 بهمن 1357 ایران گلستان بود، ما همه فرزندان کوروش شدیم، یه شبه 22 بهمن خمینی آمد گفت که نه شما همتون حرومزاده هستین، فرزند کوروش نیستید، و یه دفعه هممون بد شد. اینجوری اگه بخوام فکر کنین، دیروز برای دوستمون خانم نیر نوشتم، خانم نگاه کنید شما آقای امیر طاهری رو قبول دارید؟ اتفاقا یه جایی من رفتم، طرف اومد خوب سلام علیک کرد و اینا، بعد من گفت شما آقای طاهری هستی؟ گفتم نه، من بیشتر وقتا نجستم چون آبجو دارم میخورم. ولی کیه؟ گفتم بابا ما حالا درست پیر شدیم، موامون سفید رنگ نمی کنیم، ولی آقای امیر طاهری 80-90 سالشه، ما تازه 60 سالمون شده. بمانم برو آقا ویدیوی آقای امیر طاهری رو نگاه کن، البته خیلی چاپلوسی کرده، میگه من باید قربون شاه میرفتم، من باید چکمش رو ماچ میکردم. یکی نیست بگه احمق اینقدر قربونش رفتن چکمش رو ماچ کردن که به این روز افتاد. اگه شما خبرنگارا وظیفتون رو انجام میدادین، به جای تعریف و تمجید میرفتین ایرادا رو میگرفتین، خوالتون هم میگه آقا ما رو مینداختن زنده. آقای طاهری میگه شاه اشتباه کرد،
به جای اینکه حرف آخر رو در مملکت بزنه حرف اول رو میزد، خودش رو نخود هر آش میکرد، هر کی تو دست انداز میافتاد فوش میداد به شاه، برای که نمیذاش آقا شهردار شیراز مثلا مسئله دست اندازا رو رفع کنه. آقا مملکت همینه، دست انداز دوست نداری بیا پاسپورت تو بگی برو. بعد حالا یه عده میگن آقا وقتی گفت پاسپورت تو بگی برو منظورش این نبود. آقا منظورش چی بود؟ یعنی شاه به یک زبانی حرف میزد که من فارسی زبان نمیفهمم، تو باید بیای برای من ترجمه کنی؟ تو هم شدی مثل این آخوندا؟ حالا بله میگیم قرآن به یه زبانی نوشته شده که فقط اینا میفهمه، ولی دیگه شاه که حرفاش هست، که شاه که کتابش هست، برید کتاب مأموریتی برای وطنم بخونید. من تا نصفش خوندم گفتن این برای کی، از طرف کی مأمور بوده. بعد دیدم آقا این فکر میکرده با خدا حرف میزنه. گفت شما هر چی میخوای میتونی با خدا حرف بزنی، ولی روزی که گفتی خدا به من حرف زد ما میفهمیم دیوونه هستی، میریم دنبال کارو. و مردم نرفتن، مردم هی رو در دیوار نوشتن خدا. آقا از پالایشگاه شیراز می اومدی بیرون، این سربالایی ها جاده بعد یه ماشین می افتاد جلوه دود سیاه و اینا، این بغل نوشته بودن خدا شاه میهن. احمق اومده و شاه رو قبل از میهن گذاشته بود، خدایی که وجود نداره دیده نشده قبل از شاه و میهن گذاشته بود. آقا بگو میهن، بگو وطن. همین ترکیه برو شما هر جا میری این پرچما اصلا خود به خود یه حسی داخلت به وجود میاره، حس وطن پرستی، حس ترکیه پرستی، حس هرچ. نبود بماند، هر کس خوشش میاد بیاد، هر کس بدش میاد خب بیاد. تا مذهب و خرافات و توهمات در ایران هست همه این آش و همین کاسه هم هست. من نخوام بهش برم چه کسی رو باید ببینم؟ آها بازم گل گفتی، شما دوتا گل گفتی، نمرت 20. ببین دوست عزیز، شما من نمیدونم اروپا زندگی میکنیم، مگه همین موضوع تو اروپا نبود؟ بالاخره یه رنسانسی شد، آمدن از قید مذهب خودشون رو آزاد کردن. ولی همین الان هم شما برو تو اروپا ببین چه خبره. این ور کلیساست، اون ور کلیساست، اینا هم یه شنبه ها پول جمع میکنن. آمریکا ببین چه کثافتی زده، طرف بچهش رو میبره میذاره کلیسا، آقایه میگه خدا به من گفته ازدواج نکن. چرا ازدواج نکنی؟ که هر کسی رو میخواد بگیره. بچه مردم رو میبرن اون پشت بهش تجاوز میکن، نه یکی، نه دوتا، نه صد. خب همین کثافت تو ایران هم طرف قرآن میره بچهش میذاره قرآن خون بشه، اون بهش تجاوز میکنه، بچه داد میزنه، اونم میگه به به عجب بچه صداش خوبه. آقا داره بله میگه بنده قبلا در حق شما کامنت های بیادبانه به کار بردم، در همین جا جلو همه از شما عذرخواهی میکنم، چون به حرفای شما رسیدم و خوشحالم که زود به موضوعاتی پی بردم. پیروز باشید هم شهری گرامی. آقای آتیلا، من روز برنامه قبلی درباره این امید نادان صحبت کردم و چون دوستمون مینا خانم گفت که آقا این حرفای شما رو میزنه، گفتم خانم این 2012 یعنی 7 سال پیش وقتی آمده بود فوش میداد، توهین میکرد، تهمت میزد، حالا که عوض شده این شهامت و قدرت و بزرگ منشی رو نداره. من دست شما رو میبوسم با وجود که اندازه پسر من هستی، من صورت و پیشونی شما رو میبوسم. آقای آتیلا شما این بزرگ منشیته که میای میگی آقا من تا دیروز اشتباه میکردم، خود من تا موقعی که تو آلمان بودم برای این مردک میدویدم این برونور، وقتی آمدم اینجا دیدم آقا این داره دعوا میکنه با عمش، دعوا میکنه با آقای انصاری، دعوا میکنه با اون برای پول، دیدم این فکر پوله. حالا یه اولاغی مثل علی بنگی تازه از ترکیه اومده اینجا فکر میکنه حالا یکم چاپلوسی کنه اینو راه میدن. اون امید نادانم اینجوری بود، ولی الان که عوض شده، البته اون دیگه همچین عوض شده، من فکر کنم یه پولی از آخوند مخونده میگیره. من یه بار حتی براش نوشتم آقا چی شده، تهدیدت کردن مثلا گفتن مادرتو فلان میکنیم دستگیر میکنیم، برای فلان میکنیم دستگیر منظورم فکرتون کثیفه ها. بله بیچاره این مادر خواهرها چقدر فوش میره براشون از سوختشون، یکی نگو بابات فلان، البته چرا میگم پدر سوخته. بله من ممنونم ازت، به قول آمریکایی‌ها روز منو ساختی. ببین شما ما تو این کاری که انجام میدیم خیلی خسته میشیم،
خب دوستانی که دوستمونن حمایت نمیکنن، دشمنان و مخالفین هم میان فوش میدن، سنگ میندازن، اونایی هم که عوض میشن یه غرور و کبر بی جایی تو وجودشون هست، بر نمیگرده بگه من اشتباه کردم. من از شما ممنونم، متشکرم. و این دوستمون آقا مسعود داره زنگ میزنه. آقا مسعود، خب من نمیدونم، بذار من صدا تو باز کنم بگم آقا من توی برنامه زنده هستم، میخوای صحبت کنی؟ اتفاقا امروز دو سه بار گفتم که ما از شما چندین بار دعوت کردیم، شما یک دایره المعارف هستی، اگه میخوای صحبت کنی صحبت کنید، اگه نه بعد از برنامه با هم تماس میگیریم. بسیار ممنون. بله خب نمیخوای صحبت کنی بعد از برنامه؟ بله مرسی. بله این همون آقا مسعود دوستمونه که ما هرچی اینجا میگیم بابا بلا پیغام بذارید پیغام تو پخش کنم. آقا خیلی ممنون. آقای آتیلا یه دوستی بود به نام محمد رضا پردیسان، فکر کنم علی بنده خدا دیگه فوت شده باشه، سال 2001 وقتی من از تلویزیون فیرفاکس پابلیک اکسس رفتم تلویزیون رنگارنگ و اونجا شروع کردیم صحبت کردن، نظرمونو گفتیم، اون موقع هم تلفن باز علب نبودیم، رسته بودیم با آزادی، هر کی میرفت 7 دلار میداد میرفت سینما، تو سینما فریاد میزد زنده باد شاه، اون یکی میگفت زنده باد رجوی، مردم هم میگفتن اینا دیگه چه الاغاییه. خب آقا زنگ زد صحبت کرد، شروع کرد فوش دادن. میگیم آقا چرا فوش میدیم؟ میگه آقا شما که میگی شاه بد بود، شاه آمد در پرورشگاه، من اونجا بودم، گفت اسم این پسر چیه؟ گفتن این تازه اومده اسم نداره، گفت اسمشو بذارید محمد رضا. و من از اون روز فدایی شاه شدم. گفتم ای خاک بر سرت، چرا به خودت نگفتی این مردک که پسر نداره چرا من از پرورشگاه نمیبره؟ اسم من حالا محمد رضا نذاره، اسم منو بذاره رضا، شاید شما از این رضای کوفتی خیلی بهتر میشدی. سالها گذشت، این آمد اینجا از ترس نیومد تو تلویزیون، زنگ زد با خسرو و رنجبر رفتن نهار و اینها. بعد خسرو عصر که برگشت گفت آقای سوربی میدونی امروز با کی بودم؟ گفتم نه. گفت با اینم آقای عصر به شما زنگ میزنه فوش میده؟ گفتم خب چرا نیومد اینجا یه نهاری یا آبجو با هم بخوریم؟ گفت آقا از شما میترسه. گفتی آقا ما که نه لولو هستیم نه نهنگ چسخور، چرا میترسه ایشون؟ خلاصه بعد از تلویزیون رنگارنگ سال 2004 من رفتم تو تلویزیون ما تیوی، مال آقای مهران صدری بود. این اولین تلویزیونی بود که همونجا ما به این آقای فولادوند برنامه دادیم و اینها، 18000 دلار پول ما هم این دوتا خوردن. حالا مهران میگفت فولادوند خورده، فولادوند میگفت من فرستادم مهران خورده. بالاخره اون چی مهم بود برای من؟ اینکه 18000 دلار پول ما اینا خورده، مهم نیست، اون موقع پول داشتیم. مثلا یه آقای زنگ زده بود تو برنامه و از بس خطا شلوغ بود پشت خط نگه می داشتن که یکی یکی به ترتیب بیاد و اینها. این گفته بود که آقا من 2 ساعتم سربی حرف بزنه، من خط نگه می دارم، من از انگلستان هستم، اون موقع هم تلفن ها گرون بود دیگه، و می خوام با سربی صحبت کنم. آه همچین که آمدیم بیرون، خب بالاخره بعد از این همه چای خوردن و آب خوردن و سنم اون موقع 50 و اینها، احتیاج به دستشویی داری؟ گفتیم ما بریم دستشویی. مهران گفت نه تو رو خدا، این آقا همین جوری تلفن رو نگه داشته و شما بیا اول جواب اینو بده. گفتیم چشم، سربی هستم بفرمایید. ما اینو از آلمان یاد گرفته بودیم چی؟ هرزوبی. بله. گفت سربی هستیم بفرمایید. گفت آقای سربی من میخوام از شما طلب بخشش کنم، من دار و ندارم و ریختم به پای رضا، فکر کردم این اینجوریه اونجوریه، بعدن ندار چی میشه، پولامو از دست دادم، بعد مریض شدم به جوری که نزدیک بود بمیرم و اینها، و حالا که زنده موندم قبل از اینکه دوباره اتفاقی بیفته من میخوام از شما طلب بخشش کنم. گفتم آقا من اصلا نه شما رو میشناسم، تو خیابونم ببینم تشخیص نمیدم، ولی همین این بزرگواریه، ما باید یه ملتی پرورش بدیم که باباه به بچهش بگه I'm sorry I made mistake، پسر جون متاسفم اشتباه کردم، پسر جون از تو عذرخواهی میکنم. نه من کرخر توی شیراز یاد گرفته بودم با چرخ میزدیم به یه پیرزنی، بعد اون میگفت مگه تو کوری؟ ما میگفتیم کور فلانی، 4 تا فوش ناموسی هم بهش میدادیم، به جایی که بهش بگیم مادر جون من متاسفم، اوکی
طوری نشده، پاد نشکسته، دست نشکسته، این چیزات که ریخت رو زمین جمع میکنم، اگه تخمر دستش بوده شکسته بگم شهرمنده هم، پول روزانم و روزی 5000 میارم میدم تا این پول تخمر. یاد نگرفتیم عزیز من اینا رو؟ چه یاد ما دادن؟ یکیتون بیان بگید آقا در ایران که درس دینی و اخلاق داشتیم که اونم دینی بود در زمان شاه، در ایران که در زمان شاه همه میگن آقا سپاه دانش درست کرد، سپاه بهداشت درست کرد، یکیشون یادشون نیست که شاه سپاه دین درست کرد. مملکتی که این همه مسجد داشت، این آقا اومده بود سپاه دین درست کرده بود، از بس ترسو بود، میگم نکنه خدایی باشه و من تو اون دنیا احتیاج پیدا کنم به این آخوندا. کجا به من و شما یاد دادن؟ تو کدوم کتابمون؟ بیارین کتابای از اول تا نمیدونم لیسانس و فوق لیسانس من نشون بده. کجا به ما یاد دادن؟ به غیر از این که تو همون کلاس دینی و قرآن و اینها به پدر و مادران خود احترام بذارید و الا آق والده میشیم. میگن آق والده یعنی چی؟ بعضی ها فکر کردن آه والده، آق والده یه چیز اینجوری. ندادن آقا، اینجا یاد میدن. اینجا نوه من میاد میگه یه چیزی بده، دخترم فوری بهش میگه گفتی؟ میگه پلیز. خب این بزرگ میشه، من اینو میخوام لطفا، من اینو نمیخوام لطفا. میدونی یاد میگیر، ما یاد نگرفتیم، یه مش یاقی هممون گردن کلفته میکنیم. آقا خلبانه، برید نگاه کنید عکس بهزاد عتیقچیانو ببینید، این خلبان مملکت ما بوده. خب اینو باید بکنن خلبان، بذارنش دم خلا. آمده رفته جز مجاهدین، آقا رفته جز مجاهدین مبارکت باشه، احتمالاً زن تو آمریکا هم بده یکی از اینا بگاد. خب مردک، من مجانی برای مجاهدین کار میکردم، به شهادت همین آقای فیلاوی. این آقای فیلاوی در عرض این 30 چند سالی که من میشناسم $200 به تلویزیون کمک کرد، اونم نه به من، به تلویزیون رنگارنگ. یه چند بارم ما باشون مصاحبه کردیم، یک پنی نگرفتیم، چه در تلویزیون ما چه در تلویزیون رنگارنگ. خب آقا شما وظیفتونه به این علاقا درس بدی که سربی اینو نبره دادگاه. خجالت آوره دوتا ایرانی برن دادگاه. میدونی وقتی میری دادگاه 200-300 نفر نشستن اونجا، آقا کجایی هستی؟ من ایرانی هم، اینیم ایرانیه. من میگم آقا مجاهدین از آخوندا بدترن، این کرخر نصف شب زنگ میزنه میگه من چنین میکنم چنان میکنم. خب اینا رو باید درس بدن، اینا رو شمای جوون الان باید بیا یه برنامه بذاری، من از شما پول نمیگیرم، برنامه بذاری به اونای دیگه بگی آقا اینجایی که شما هستید من بودم، 2 سال پیش بودم. این آقای برید برنامه های دکتر مصطفی هروی رو ببینید، این بابک هروی هم ما فکر کردیم مثل عموشه، ولی دیدیم نه ببخشید عموشه. حالا بعد زنگ میزنه بگه آقا سوریتر اذیت میکنه. برنامه های دکتر مصطفی هروی رو ببینید، نمیدونم 89 سالش بود، قد بلند، همیشه تو کیف شطرنج میشنه شطرنج بازی میکرد، هیچ کس حریفش نبود، برای که فکرش خوب کار میکرد. هر کسی حرفی میزد و اینها بهش میگفت که بابا جون اینجایی که شما هستی من 30 سال پیش 40 سال پیش بودم. آقا وکیل دادگستری بوده، شاه و اون حکومتش میگن شما بی برو آمریکا یه نگاهی بکن، برگرد بیا ببینیم سیستم اینجا رو میشه یه کاریش کنیم. میاد اینجا میگه آقا اصلا درست شدنی نیست، برمیگرده زن و بچه هم برمیداره میاد اینجا. به اونا میگه آقا من به این نتیجه رسیدم. بعد برامون اون شعر، برید شعر فردوسی رو بخونید که میگه شاه و شیخ هر دو برادرن، اینا هر دو زیر یک چادرن و شاه و شیخ مثل ستونای چادرن، ستونای خیمه هستن که نه بی تخت شاهی او رو پایدار. شعر خیلی شعر قشنگیه، اینو پیدا کنید، اینا رو بنویسید برای هم دیگه. دستان من ممنون، متشکرم، خوشحالم که امروز با ما بودی تا بتونی این صحبت رو داشته باشی. و دوستان عزیز، من برنامه‌م گفتم 90 دقیقه با سربی مثل مسابقه فوتبال، حالا 7 دقیقه دیگه مونده، چند تا مطلب برای شما میگم و میرم. برگشتیم به اونجایی که گفت آمریکا توافق صلح با طالبان مراحل پایانی را طی می‌کند. خب اینایی که نشستن که آمریکا بره یه موشک
آخوندکش بندازه اونجا، هنوز موشک آخوندکش ساخته نشده. موشکی که میندازن اون آخونده، اون رجوی رفته تو پناهگاه، زن و بچه مردم کشته میشن. شما احمق نباشید مثل اون گوینده خانم صهیونیست چاغالوی اینجا بگه اون وقتا 30 میلیون بودیم، حالا شدیم 70 میلیون، 10 میلیون هم که کشته بشن باز 60 میلیون میمونیم. همچین صحبت میکنه که من و شما نمیتونیم راجع به بره اینجوری صحبت کنیم. 10 میلیون، 10 میلیون کشته بشن باز 60 میلیون میمونیم. این فکر کنه حالا خانم ترکمون دوباره این میشه مثلا اون موقعی که جوان بوده. واکنش ها به خروج آمریکا از پیمان منع گسترش موشک های هسته‌ای میان برد. اینم یه ماجراییه، اینم یه قراردادی بوده چند سال، حالا که ازش گذشته اینا میخوان ازش بیان بیرون و دردسر شده. بله میگه اینا میگن میخائیل گورباچوف، بعضی اینجا میگن میکائیل گورباچوف. ما دیدید مثلا میگیم خوزه، اینا اسپانیش ها خودشون میگن حوزه. مهم نیست، مهم اینه که وقتی ما میگیم شما بشناسید گورباچوف کی بود. گورباچوف نقشه دنیا رو کلش. میکائیل گورباچوف آخرین رهبر شوروی سابق که امضایش بر پیمان تاریخی منع موشک های هسته‌ای میان برد با آمریکا نقش بسته، در واکنش به اعلام خروج رسمی واشنگتن از این پیمان تأکید کرد که این اقدام زمینه گسترش هرج و مرج در جهان را فراهم خواهد کرد. پس ایشون هنوز هستش و هنوز هم درباره چیزهای سیاسی نظر میده. اینو بندازیم اینجا. بله میگه که آقای گورباچوف که با خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفتگو میکرد، در این خصوص یادآور شد که تصمیم واشنگتن برای خروج از پیمان منع توسعه و استفاده از موشک‌های هسته‌ای میانبرد موسوم به غیرقابل پیش‌بینی شدن موسوم به بنوشته غیرقابل پیش‌بینی شدن سرنوشت سیاسی جهانی منجر خواهد شد. حالا باید ببینیم که این جهان و دنیا با این حکومت‌های دیکتاتور یکی پس از دیگری به کجا میرسن. این دوستمون که شرح حال منو میدونه، با من بیشتر آشناست، ماجرای اون کامیونی که تصادف کرده بود چپ شده بود و مردم بارش رو میدزدیدن یه بار ما نشون دادیم و این هم دیده بود، امروز نوشت که یاد پدر شما افتادم، خدا بیامرزه پدر شما رو. اینو نگاه کنید دوستان، بعد من براتون میگم که اون ماجرای پدر ما و این داستانی که ایشون یادشه چی هست. خب این صحنه رو باید از اول بهتون نشون بدم که خنده روی این آقایی که داره چیز ده به اصطلاح بار این ماشینی که چپ شده رو داره میدزده، هیچ کلمه‌ای به غیر از دزدی برای این نیست. نگاه کنید میخنده آقا، ماشین رو پارک کردن به جایی که اون ماشین رو صاف کنن، چیزا رو بذارن اینجا، دارن چیزاشون رو میدزدن. هر کسی به توان زور و بازوی خودش از این بیچارهی که ماشینش به هر دلیلی چپ شده، یک خر اومده جلوش، خواب بوده، هرچی چپ شده. حالا برگردیم چرا ایشون با دیدن این فیلم به اصطلاح به من میگه یاد پدر شما بخیر. پدر بنده سالهای سال، اونایی که شیرازی هستن اینا میشناسن میدونن که در کار کامیون و اینها بود و ایشون بارها از کار کامیون تانکر میرفت سراغ کامیون باربری برمیگشت. بعدم یه مدتی با عموم چند تا کامیون داشتن که مثلا با شوهرم هم شریک بودن و اینها، بعدم دیگه تصمیم گرفت که اصلا نخواستیم همین یه کامیون خودمون داشته باشیم و اینها. یه وقتی که اون موقع هنوز پالایشگاه شیراز نبود و پدر من میرفت از آبادان و اهواز و آقاجاری و اینجاها بار نفت و چهار مواد بهش میگفتن، جت بود و نفت و بنزین، میدونید اینا رو تانکا مثلا میگه تانک چهار مواده که قابل شستشو و عوض کردن باشه، نمیان مثلا یه جایی که نفت سیاه میریزن بعدش بنزین بریزن. اون ماشینه فرق میکنه، ماشین قیر، حمل قیر فرق میکنه، ماشین حمل خلاصه یه تانکری داشت و این تانکر وقتی از اهواز و بوشهر هوای گرم آمده بودن نزدیکای شیراز
یخبندون شده بود، جاده های خوب ایران که اتوبان های آلمان رو زیر پا گذاشته بود، زمان شاه میگم، این بابای ما بنده خدا افتاده بود از دره پایین، اهالی نزدیک اونجا به جایی که بیان این رو از اینجا بیارن بیرون، شروع کرده بودن دله و نمیدونم دله، میدونید شما چیه دله نفتی؟ پیت نفتی، بشکه، ظرف آورده بودن، نفتی که از ماشین این داشته میرفته یا شیرش باز کردن اونو میبردن. خب حالا پدر ما که تصادف کرده، اون وقت هم که بیمه نبود، اینجوری باید خسارت شرکت نفت رو هم بده که مثلا 14000 لیتر بنزین آوردی یا 18000 لیتر نفت آوردی، لیتری اینقدر باید پولشو بده. دوستان عزیزان من، این دوره شاه بود، والا بلا اون موقع آخوند نیامده بود، هنوز انقلاب نشده. حالا میشه بگیم اون داتیه فقیره حق داشته، نفت نداشته، گاز نداشته، برده؟ نمیدونم. میتونیم توجیه کنیم این کار زشت رو در اون زمان؟ نمیدونم. این آقایی که الان با کت و شلوار نه ریشی داره نه چیزی، ماشینشو پارک کرده، اومده تصادف رو دیده، ماشین رو رفته اونجا پارک کرده، برگشته داره چیز میبره، قاطی، حالا نمیدونم آبجو بود چی بود، اینجوری میبرده. شاید هم اینا میگن بابا ما بردیم که جرمش کم بشه، آبجو و عرق و مشروب و اینها بود، به ازاش میخوان شلاقش بزنن، که اونم من نمیدونم. در هر صورت دوست، اینجوری نیست که ما یه شب خوب بشیم، اینجوری نیست که ما یه شب بد شدیم. از اینکه با من بودید، با تلویزیون مردم بودید، ممنون و متشکرم. اگر میتونید وضعیت مالیتون بهتون اجازه میده، تلویزیون مردم رو حمایت کنید، ممنون و متشکر میشم. یه خبر خوب که دیدم، شرایط حضور زنان در ورزشگاه آزادی اعلام شد. اینو تبریک میگم به زنان، به بانوان، چون من اینجا فحش میدادم به اون بیغیرتایی که خواهرش میشینه تو خونه، مادرش میشینه تو خونه، پسره با باباش میره فوتبال نگاه میکنه، فحش میدادم به اینا، میگفتم این 100000 بیغیرتی که در استادیوم 100000 نفری آریامه آزادی امروز هستن، 100000 بیغیرتن. اگه این 100000 بیغیرت نرن وایسن بیرون، بلیت نخرن، این بازیکن‌ها برای کی میخوان بازی کنن؟ اون آقای علی دایی، اون نمیدونم فلان، این ماشینا، این خونه ها، این پولا از کجا میاد؟ ولی بیغیرتن. بعد در مهمونی میشینه، پدر سوخته این آخونده آزادی، قرم ساق، تو خوشحالی که این آخونده آزادی زنا رو غصب کردن، آزادی زنا رو محدود کردن، چون با دوستای احمق‌تر از خودت میری هر شعار مزخرفی خاصی تو چیز آزادی توی مسابقات میدی. نظر شما چیه؟ ببین چند تا نظر ازتون خواستم و شما چقدر تنبل شدید. درباره پول صفرها، درباره انتخابات، درباره این آزادی ورود زنان به باشگاه، به باشگاه ها، به ورزشگاه ها نظر بدید، حرف بزنید، مشارکت کنید. ولی الان اگه تلفن باز باشه مثل اون وقتا، آقای تیرانداز اصلا قبل از اینکه ما نمیدونم به قول معروف سرود شاهنشاهی رو بزنیم، ایشون بغل تلفن بود، آقای سربی توهین میکرد به شیعه ها. چرا؟ چون خودش سنیه، فکر میکرد دین اون خوبه. آقا همهش بده، دوتاش گوهه، دوتاش بوگند میده. ببخشید حالا دیگه صحبت از دین و مذهب شد، یه دوستی با اینجا داریم به نام آقای حسن ارشاد. امروز برنامه شماره 233، هر سال چند تا هفته است؟ 52 هفته. 4 سال که بگذره میشه 4 تا 52 هفته، میشه 208 هفته. یعنی ایشون 4 سال رو پشت سر گذاشته، حالا 208 از 233، 23 هفته هم تقریبا نصف سال با ما آمده برنامه میذاره. برنامه‌هاشون رو چون میخوان این ور اون ور بفرستن، به صورت دو قسمتی میفرستن، ما به صورت دو قسمت اینجا پشت سر هم پخش میکنیم ساعت 4 بعد از ظهر. حالا تا ساعت 4 ما شما رو میبریم با آقای یدالله طارمی یه مقدار شعر شیرازی گوش کنیم، یاد بگیریم که دیگران چگونه صحبت میکنن. آقا اینی که اسمش فارسه، اینی که اسمش پارسه، من که میگم پرژن هستم، پارسی هستم،
من چگونه به خودم اجازه میدم، منی که از فلان شهر آذربایجان آمدم، از فلان شهر بلوچستان آمدم، بابام تهرون بوده، منم رفتم تهرونی یاد گرفتم، وقتی هم رفتم مدرسه به هم اذیت کردن، مجبور شدم تهرونی صحبت کنم، حالا به فلان شهرستانی توهین میکنم. شهرستانی که اون از ما اصیلتره، از لورش گرفته، از کردش گرفته، از همین پارسیانش گرفته، از اون هر کدومشونو بگی. چگونه یه شهری به نام تهرون درست شده؟ برید فیلم نصرت الله کریمی رو ببینید، تهرون انار نداره. میگن آقا تهرون درختاش هم مال خودش نیست، تهرون شهر ری بوده، شابدالعظیم بوده، اینا بوده. این شعر رو براتون میذارم و امیدوارم که اوقات خوب و خوشی داشته باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید. یکم اگه اهل مشروب هستید مشروب کمتر بخورید، اون 5 دلار 10 دلار رو به دیگران کمک کنید. من نمیگم وظیفه شماست که به دیگران کمک کنید، این رو هم به ما غلط یاد دادن. شما خدمت میکنید، اگه به کسی کمک کنید در مقابل هیچی، این خدمت. و الا هی میگن آقا شاه جاده ساخت، آقا وظیفهش بوده، پول گرفته، حقوق گرفته، آمده سوگند یاد کرده که من شاه این مملکتم. خیلی ممنون، دستش درد نکنه. ولی همین شاه اشتباه کرد. آقا تو وزیر نفت داری، وزیر بهداری داری، وزیر کوفت داری، وزیر زهرمار داری، وزیر راه داری، بذار اونها حرفشونو بزنن. 4 تا آدم وارد بیار تام برای خودت، برو خوش باش، بگرد، بیچاره کپی این کشورهای انگلستان و اینا رو بکن. این سالهای سالی خانواده سلطنتی دارن اون کنار برای خودشون میچرن. ممنون و متشکرم. شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه های دیگران رو، برنامه های آقای مشیری رو دوست دارید، برنامه های آقای دکتر هلاکویی رو دوست دارید، اونا رو با هفته یه چیز ناچیز پخش کنید اینجا که بیشتر اونها ببینن و طرفدار داشته باشن. بله میگه که چند همین دوستمون میگه که آهان اکبری میگه، اکبری میگه کتل دختر و کتل پیرزن راه کازرون و ملو و فلفلو راه بوشهر مال زمان شاه بود. بله همین بابای من فکر کنم اومده بود از این چی بود، دورای چنارشوی جون اینها، بعدش میمدی پیچ با پیچ و اینها بود، بعد میرسید به دشت ارژن، معمولا یخ زده بود، اونجا افتاده بود نزدیک شیرازم. جناب صبح چند روز پیش هم افتتاح مسابقات در عراق کنار قبر حضرت مراسم رقص داشتن، روح حضرت شاد شد. دیدم آره خوب شد گفتی، اینم توی برنامه نشون بدید که زنها چگونه در سالن در اون ورزشگاه میرقصیدن، چگونه موزیک و فلان اینها. خب بعضی هم میگن آقا شما خیلی گیر ندین به این آخونده، براتون کردستان آزاد درست کرده، براتون الان عراق آزاد درست کرده، بلنشین برید این منو و ایران رو بزرگ کرده، گسترش داده. ولی نمیخوام آقا، همون ایران مال خودمون. شما بلند میشدی میرفتی قم، شما یه قسمت حضرت مشهد چی میگن حضرت رضا رو برمی داشتی میکردی واتیکان، از صبح تا از سر تو میکردی رو زمین، کون تو میکردی هوا به خدا. من نمیدونم اگه خدا رو آسمون، شما چرا سرتون میکنی زمین، کونتون میکنی به خدا، نمیدونم. اینم از این. خب دوستان عزیز بیشتر از این داخل گناه و معرکه چیز نشین معصیت نشین و از شما خداحافظی کنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و به امید دیدارتون دوشنبه. زندگی هم شما نمیدونیم، الان برم واشنگتن، بدبخت طرف رفته نمایشگاه فوت بوده، چند خوراک بوده، چند نفر کشت، فرداش یه جای دیگه بود، تو والمارت بودم نمیدونم کجا. اصلا دیگه اینقدر میکشن که ما نام شدیم، بی‌حس شدیم، برامون مهم نیست دیگه، به صورت اخبارم پخش نمیکنیم. منم ممکنه برم امروز یه جای فیلم برداری کنم، امروز برم رستوران یه جای 4 نفر بیان تیک کنن تک 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 بزنن. ماها مهم نیستیم، اگه ماها بتونیم یه سیستمی رو راه بندازیم، این سیستم پرورش آموزش به اندازه کافی داشتیم، آموزش یاد گرفتن تحصیلات داشتیم، ما پرورش نداشتیم. اون کسی که گذاشت وزارت آموزش و پرورش خیلی چیز خوبی بود ولی اجرا نشد، اون قسمت دومش پرورش اجرا نشد، به بچه یاد ندادن، به راننده یاد ندادن. آقا پسر من آمد آلمان، رفتیم روز اول مدرسه گفتن به این خط که میرسی دستتو اینجوری کن، ماشینا وای میسن. آقا اینم از مدرسه که میمد با خوشحالی اینجوری میکرد، ماشینا قیش ترمز میزدن، ولی 5 سال تو ایران بود، اون ذات ایرانیش میمد وای میساد، وقتی ماشین نبود دستش اینجوری نمیکرد، همچین که ماشینا میمدن اینجوری میکرد، ماشینا بیچاره میگفتن قیش،
ولی الان رفتم آلمان دیگه اینجوری نیست. چرا؟ آلمان شده بود پر خارجی های مثل من و شما، پر عرب، پر ترک، ترک هم موقع بود. دنیا داره خراب میشه، دنیا خراب شده. ما گفت که شما حرف که میزنی جهانی حرف بزن، عمل که میکنی کوچولو نقلی خونت اتاقت. شما نمیتونی به مردم بگی خیابوناتون رو تمیز نگه داری وقتی اتاق خودت کثیفه، وقتی خونه خودت کثیف. اتاق خودت تمیز کن، خونت رو تمیز کن، خیابونت رو تمیز کن، اون وقت شهر تمیز میشه. ممنون، متشکرم که با ما بودید. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. آتیلا بازم ازت ممنونم، روز منو ساختی، هفته من رو ساختی، خستگیم از بین رفت. مرسی مرسی مرسی، ماچ ماچ، بوس بوس.